یه برنامه دیگه از پدرام تاکس خوش اومدید. امروز یک دوست میهمان عزیز که ساکن تورنتو هستن، یک مهندس در این حال هم یک یوتیوبر به قول خودشون نیمه وقت پاره وقت یا پارت تایم که من فکر می‌کنم دوتا فول تایم جاب به حساب میاد، آقای بهادر علس. مرسی که دعوت منو پذیرفتین. سلام. مرسی، خیلی ممنون. من خیلی خوشحالم که دعوتم کردین و امیدوارم که بتونم این وقت و فرصت استفاده بکنیم بتونیم در مورد همه چیزایی که می‌خوایم صحبت کنیم. بسیار عالی. یکی از چیزهایی که برای من همیشه توی مهندس‌ها قابل تحسین بوده داشتن این انگشتر است. بله. این مثل اینکه مثلا آره دقیقاً ازدواج مهندس‌هاست. بله دیگه، این الان 12 ساله که دستمه و خوبه که گم هم نمیشه، یعنی بعد از حلقه ازدواج این دومین فکرم حلقه است که باید دست باشه. این حلقه ازدواج خب الان اشتباه نکنم یه دفعه 3 سال میشه، ولی این خب این حلقه رو خیلی وقت دارم بیا حلقه مهندسی رو، ولی این فقط چیز کاناداییه دیگه، مثلا تو آمریکا اینا ندارن. دقیقا یعنی مشخصه دیگه، یعنی که من وقتی که میبینم میدونم ایشون مهندسن، حالا چه مهندسی خیلی مهم نیست، ولی مهندسن و کانادا هستن و این خب یه چیز خیلی قشنگه. بعد جان یه کوچولو دوست دارم، خب قاعدتا دلیل دعوتم از شخص خودت به خاطر فعالیت تو یوتیوب بوده و اصلا اینجوری با آشنا شدم از طریق یه دوست مشترکی که افتخار دادن تو فصل اول با هم مصاحبه کردن، امیر توسلی، که من خیلی اتفاقی از طریق یعنی باهاش از طریق یوتیوب آشنا شدم و من متوجه شدم تورنتو هستن. یه مقدار درباره خودت، رشته کاری مهندسی که کردی و اصلا ربطش بده به یوتیوب که قبلا به من توضیح دادی، ولی دوستام یه بار دیگه هم بشنوم. چشم، حتما. من خب برای کسایی که نمیدونن، اتفاقا توی کانال یوتیوب اصلا این صحبتش نمیشه، فکر کنم خیلی‌ها بدونن که مهندسی خوندم و مهندس هستم، ولی حرفش رو زیاد نمیزنم که شغلم و کارم چیه. من برای یه معدن الماس کار میکنم که توی نورث وست تریتوریز، حالا کسایی که تو کانادا نیستن این خیلی شمال کانادا در واقع میشه. آره، بقول من شمال ترین نقطه کانادا یا شمال ترین استان کانادا، قطب شمال در واقع. این کاری که من میکنم 2 هفته کار میکنیم، بعد 2 هفته آف، یعنی من در واقع فقط نصف ماه کار میکنم، بعد 3 هفته هم ویکیشن داریم. اینا همش با هم دیگه جمع میشه، در کل سال خیلی وقت آزاد داریم. من قبلا که مجرد بودم خیلی سفر زیاد میرفتم، بعضی وقتا مثلا شاید 8 ماه پشت سر هم مثلا نیومدم خونه، یعنی با یه ساک چمدون میرفتم سر کار، بعد 14 روزم میرفتم سفر، میرفتم یک کشور. این حالا میخوام ربطش بدم که چجوری این کانال یوتیوب اصلا فکرش، یعنی ایدهش اومد به ذهنم. یه چندین سال پیش بود، توی سربستان بودم، اونجا مثلا یادم هی مثلا یه این برانور که میرفتم کلماتی میشنیدم که مثلا بودم خب این کلمه فارسیه، یا این کلمه مثلا میدونی مثلا میشنوی بعد خیلی جالبه، مثلا این چه جالب که مثلا اینا هم همین کلمه رو استفاده میکنن. از یه طرف هم خودم خیلی علاقه دارم به فرهنگای مختلف که چجوری رو هم دیگه اثر گذاشتن. بعد این اولین بار بود که اصلا این ایده اومد به ذهنم که مثلا چه جالبه که تو مثلا ببینی یه کلمه که تو این زبون هست با اون کلمه چه شباهتایی دارن، مثلا از کجا اومده. خب یه پاز بکن اینجا برادر عزیز، من یه سوالی داشتم بهش فکر میکردم قبل از اینکه با هم صحبت بکنی. آیا توانایی خود در زبان هم خوبه؟ یعنی چند زبان میتونی صحبت کنی؟ فقط همون فارسی و انگلیسی یا نه؟ همون فارسی و انگلیسی که بتونم بخونم و بنویسم و قشنگ صحبت بکنم. زبانهای دیگه رو خیلی، یعنی نمیتونم بگم میتونم صحبت کنم، یعنی کسی بیاد با هم حرف بزنه نمیتونم درست جوابشو بدم، ولی متوجه میشی؟ یه چیزایی متوجه میشم. یعنی اگه بگم من قشنگ میفهمم طرف چی داره میگه، that's not true. okay. واقعا اینطوری نیستش. آیا امکان داره که این قابلیت، این توانایی روی کسایی که لینگویستیک کار میکنن باشه؟ یعنی کسایی که گوش شنوایی خوب دارن میتونن کلمات رو متوجه بشن تا حدودی؟ میخوام بدم آیا هیچ وقت از این بود بهش نگاه کرده بودی؟ من خودم که فکر میکنم بعضی اصلا یه این هنر رو نمیدونم، یه چه چیزیه که مثلا خیلی براشون راحت تره، خیلی راحت میتونن زبونهای دیگر رو مثلا
اگه میخوان یه زبان دیگه یاد بگیره، این چه جوری بگم، مثلا تالنتشو داره، مثلا یه جورایی بعضیا اینطوریه. من نمیگم خودم اصلا خودمو نمیذارم جزء اون شخصایی که اونطوری هستن، من خودم بیشتر فقط خیلی علاقه دارم به زبان، به فرهنگ، به کشورهای مختلف، مخصوصا که میگفتم تاریخ زبان یه چجوری همین زبان فارسی رو، من مثلا خود تاریخ زبان فارسی رو خیلی بهش همیشه علاقه داشتم. مثلا بعضی میگن که خب مثلا خطی که ما مثلا فارسی باش مینویسیم خط عربیه، برای خیلیشون نمیدونن که ریشه این خط آرامیه. فارسیه یا پارسیه بهادر جان؟ فارسی. خب اسم مثلا، خب ما فارسی مثلا فارسی میانه داریم و باستان، این میشه مثلا فارسی میانه تا حدود مثلا قرن هشتم، میشه گفت قرن هشتم که میشه یه مدت بعد از اینکه اسلام اومد توی ایران، هنوز فارسی میانه استفاده میشد که اسمش هم بود پارسی. پارسی یعنی همین کیش شده میگن فارسی، به خاطر اینکه توی میدونید که توی عربی این ه ندارن. آره. اسم اصلی پپسی رو میگن بپسی. دقیقاً. این چیز دیگه، مثلا اون فارسی میانه اصلا اسمش فارسی نبوده. درست. بعد همونطور که داشتم میگفتم خطی که مثلا فارسی میانه رو باش می‌نوشتن اونم ریشه آرامی داشت، یعنی از زبان آرامی اومده بوده. این خطی هم که الان فارسی رو ما باش می‌نویسیم که تو عربی، توی اردو و توی چند تا زبان دیگه هم همون خط استفاده میشه، اینم همون ریشه آرامی رو داره. یعنی این یه چیزیه که خیلی ها نمیدونن، یعنی فکر میکنن مثلا خب این خط، خب درسته که مثلا توی عربی استفاده میشده بعدم ما بنام استفادهش میکنیم، ولی میگم که مثلا این ریشه خطی که مثلا زبون فارسی مثلا در میانه بوده، حالا اگه بریم باستان فارسی مثلا زمان هخامنشی، خب اون خط میخی بوده، اون فرق میکنه. درسته. ولی این دوتا زبونی که این زبونی که دارم الان میگم برای چندین سال زمان از قرن زمان ساسانیان بعدش هم الان داره استفاده میشه، با اینکه خط تغییر کرده، یک ازشون از زبان خط آرامی اومدن. میگم اینا چیزهای تاریخیه که من خودم همیشه خیلی بهش علاقه داشتم. بعد یه علاقه دیگه هم که خیلی داشتم که چجوری چقدر زبان فارسی اثر گذاشته روی زبانهای دیگه. مثلا یه نکته که خیلی همیشه جالبه، من خودم مثلا اصلا شخص مذهبی نیستم، مثلا عقیده‌ای ندارم، ولی خیلی علاقه دارم که در مورد تاریخ دین و مذهبم خیلی مطالعه بکنم. توی زبان ترکی و زبان اردو، ترکیه دیگه، ترکیه، بله، ترکیه، ترکیه و حتی زبان‌های ترکیک که میشن مثلا ترکمن، ازبک، قزاق، این کشورهای آسیای میانه و اردو که توی پاکستان و هند بیشتر صحبت میشه، تو تمام این زبان‌ها کلمات مذهبی و دینی که استفاده میکنن مسلمان‌ها از فارسی میاد نه از عربی. مثلا به نماز میگن نماز، نمیگن صلاه، مثل عربی میشه صلاه، فرق میکنه. یا پیغمبر میگن پیغمبر که به عربی میشه نبی. یعنی اینا خیلی یه تاریخ خیلی جالبی داره که زبان فارسی همه ریشه کلمات دینی و مذهبی مسلمان‌ها توی زبان‌های ترکیک و حتی توی مثلا اردو، توی پاکستان، توی هند، توی بنگلادش، حتی توی مثلا کشور مثل بوسنی که مسلمان‌هایی که توی منطقه مثلا بالکن هستن توی اروپا، من همونطور میگفتم توی آسیای میانه، اینا همه کلمات فارسی استفاده میکنن. اینا چیزای تاریخی که من خودم خیلی علاقه داشتم بهش و توی چند تا از ویدیوهای یوتیوب هم در موردش صحبت کردیم. زبانهایی رو که با هم مقایسه میکردیم اینا رو استفاده میکردیم. پس ایدهش از سربستان میاد، یه سفری در سربستان و اولین کلمه‌ای که به نظرت آشنا اومد چه کلمه بود یاد میاد؟ اولین کلمه کوفته بود که اونا میگن چوفته. چوفته. چوفته، آره. آیا همون میتبال کانادایی ها؟ همون میتبال، دقیقاً میتباله، ولی خب این کلمات فارسی که رفته توی زبان سربی از طریق عثمانی ها، زبان ترکی رفته دیگه. آها. یعنی تلفظش یکم شبیه ترکی میشه. درسته.
این فرق میکنه با مثلا ویدیوهایی که مثلا درست میکنیم. خیلی وقتا به اینا، خب اینا میگن اینا لون وردز، اینا کلماتیه که خب تکن دقیقاً اینا قرض کردن این این کلمه رو، یعنی مثلا برعکس مثلا خب وقتی که مثلا زبان فارسی رو مقایسه میکنیم با زبانهای ایرانی دیگه مثل کردی یا مثلا بلوچی یا حتی زبانهای هندو اروپایی، مثلا ما مثلا یه ویدیو که درست کردیم فارسی با رومانیایی فارسی رومانیایی، حالا من زبان سربی رو فقط میخوام اینو بگم چون زبان سربی خودش هم جزء همین هندو اروپایی ایندو یورپین زبان‌های ایندو یورپین میشه، ولی خیلی کلمات فارسی توی این زبان استفاده میشه که از طریق ترکی رفته به زبان سربی، یعنی از فارسی رفته به ترکی، بعد از ترکی رفته به منطقه سربستان و همون اطراف اونجا. درست. ولی از یه طریق دیگه هم مثلا یه چیزایی هستش که بهش میگن کاگنیت، کلماتیه که خب توی این دوتا زبان مثلا بگیم زبان مثلا روسی، زبان روسی با فارسی یا همون رومانیایی که داشتن میگفتن، که این کلمه یه ریشه‌ای داره که هر تا ریشه‌شون یکیه ولی در دراز مدت فرق کرده، مثلا طرز تلفظش، مثلا شاید بشنوین شما اصلا نفهمین که اینا ریشه‌شون یکیه. درسته. بعد این ایده ای که کوفته شده چوفته به قول معروف یه جرقه میزنه در ذهن بهادر که پس امکان داره که این کلمات فراتر از فقط سربستان و ایران باشه و شروع میکنی به قول معروف پیدا کردن این کشورها. این فقط یادم میاد این اولین بار بود که من همچین چیزی شنیدم و برام خیلی جالب بود. بعد مثلا خیلی چیزای دیگه هم هستش، مثلا به چادر، مثلا به تنت میگن چادر، چشو بیشتر مثل شه میگن. بعد یه چیز دیگه هم که بیشتر تحقیقات کردم در موردش، مثلا ما یه ویدیو درست کردیم بین زبان فارسی و عربی که خیلی از ایرانیا که حالا ممکنه خیلی همینو بدونن ولی من خیلی ها رو باشون صحبت کردم در این مورد که اصلا نمیدونستن که در زبان عربی هم خیلی کلمات فارسی هستش. فکر میکنن که مثلا اگه دو تا کلمه مشترک بین فارسی و عربی حتما ریشش عربیه و اومده داخل زبان فارسی. اصلا اینطوری نیست. یکی دو تا مثالشو میزنی؟ مثلا فهرست که کلمه خیلی مهمی هم هستش توی عربی، فهرست هست، زیاد استفاده میشه، این ریشش فارسیه. یا چکش که به عربی میگن چشون میگن شه، میگن شکش دقیقا. یا خنجر، خنجر یه کلمه از فارسی، ریشش فارسیه که تو عربی هم استفاده میشه. درست. ببخشید بگو حرفت. نه 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 هیچی، میخواستم بگم که اینا مثلا خیلی برام چیزای جالبی بود که فارسی و عربی سعی کردم نصف واژه هایی که استفاده میشه ریشهشون فارسی باشه که رفت عربی، نصفشون هم. خب یه سوال دیگه میکنم بعد دوستان، مثلا کلا سویچ بکنیم تو مسئله یوتیوبت و چند تا سوال خیلی جالب میخوام ازت بپرسم. یکی این که خب کسی که انقدر علاقه داره به تاریخ و زبان و لینگویستیک و اینا، مهندسی چیکار میکردی؟ یعنی سوال، یعنی چه جوریه؟ یعنی این آخه میدونی این شاید یه اثر ایرانی بودم هست دیگه. مثلا من پدر خودم هم مهندس بوده، بعد حالا میدونی اصلا مادر پدر من خیلی very easy going، یعنی اصلا به ما مثلا نمیگفتن باید مهندس بشی، باید چیز بشی، ولی یه چیزی بود همیشه که براشون شاید خب بتونم بگم مهم بود. منم توی مثلا دبستان و دبیرستان همیشه ریاضیم خیلی خوب بود، یعنی درس ریاضیم همیشه فوق‌العاده، نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی نمره هم همیشه تو ریاضی خیلی خوب، برای همین علاقه هم داشتم، مثلا نمیتونم بگم که اصلا علاقه نداشتم به مهندسی، ولی برای خودم داشتم فکر میکردم خب میدونی مثلا من یه چیزایی هستش که خیلی دوست دارم، مثلا همین تاریخ، مثلا جغرافیا، مثلا زبان، مثلا فرهنگ، این چیزا، اینا رو میتونم به عنوان مثلا سرگرمی و هابی مثلا همیشه داشته باشم. حالا برم این رشته ای که مثلا چیز مهندسی هم خب که پول سازم هست و قول معروف دقیقاً، یعنی برام خیلی مفید بوده که 100% و مطمئنم انتخاب درستی بوده، چون قاعدتا رشته‌ایه که همیشه
پر درآمد پر نیاز هم. یه سوالی میکنم بعد بریم تو یوتیوب دیگه، دفعه قبل قرار بود بریم. من خیلی دارم سعی میکنم که بپرسم اصلیتتون کجاییه، چون من یه لهجه فارسی در یعنی یه لهجه در فارسی صحبت کردن میشنوم من، ولی نمیتونم بگم کجایی. خودت میگی؟ اون لهجه شاید به خاطر اینکه من اصلا خودم تو کانادا بزرگ شدم، از بچگی اینجا بودم، ولی بابام همدانیه، مامانم هم بومی. اوکی. خودم هم خب تو تهران به دنیا اومدم، ولی حالا ما اصلا بچه که بودیم خیلی برای بعضی خیلی شاید این خیلی مسخره و خنده‌دار باشه، ولی وکیشنمون میرفتیم قم همیشه. آه اوکی، تعطیلات میرفتید به خاطر چون که فامیلا مثلا مادریت اونجا هستن، خب منطقی هم هست دیگه. دقیقاً همیشه اونجا بودیم. بسیار. حالا نمیدونم اگه مثلا ما حتی توی خانواده خودمون مثلا یه کلماتی رو بابام یه جور میگه، مامانم یه جور میگه، من خودم یه جور میگم. جدی؟ اصلا یه جوری قاطی میشه همه این لهجه ها دیگه. آره دیگه، چون بالاخره از چند جای مختلف چیز میشن. من داشتم تو یوتیوب نگاه میکردم، حالا سویچ بکنیم تو یوتیوب صفحه بهاتر الست. اولین ویدیو مال 5 سال پیشه که به زبون اصلا نپرداز، یعنی اولین ویدیویی که میبینم مقایسه زبان هاست مال 2 سال پیشه. دقیقا. خب. دقیقاً. یعنی از 5 سال پیش صفحه یعنی پیجت بوده ولی فعالیت آنچنانی نداشتی، 2 تا ویدیو 5 سال پیش گذاشتی، حدود 2 تا ویدیو 4 سال پیش گذاشتی، حدود فکر میکنم 3 تا ویدیو 3 سال پیش گذاشتی، از 2 سال پیش ویدیوهات به قول معروف یک جهش نجومی پیدا میکنن یا حداقل من یه ریاضیم خیلی خوب نیست، بعد مجبورم ماشین حسابو در میآوردم، تعداد سابسکرایبرات و تقسیم بر ویدیوهایی که آپلود کردی کرده ها، میانگینش نزدیک 1370 سابسکرایبر یا عضو کانال میانگین بخوایم بگیریم بر هر ویدیو. آره تقریبا همین باشه. 1370 سابسکرایبر برای هر ویدیویی که آپلود کردی. سوال من اینه که چه چیزی تو رو متفاوت تر از دیگر یوتیوب دوستانی که در یوتیوب فعالیت میکنن میکنه؟ آیا واقعا زبان هاست که مردم رو جذب میکنه دنبال کانال یا شبکه شما در یوتیوب بگردن، یا فرمولش یه چیز دیگه است که ما نمیدونیم؟ من خب میتونم بگم که اصلا دقیقا همین چیزایی که الان میگفتیم میتونم مثلا توضیح بدم دقیقا چی شده بود. من خب اول که این کانال رو شروع کردم، کسایی هم که برن ببینن میتونن، خودتون هم حتما دیدین که این ویدیوها بیشتر از سفران بوده. بله. میرفتم اونجا یک چیزی رو که خیلی بهش علاقه داشتم، میرفتم یه مستند در موردش درست میکردم، برام مثلا جالب بود، میخواستم برم با آدما صحبت کنم، گفتم خب حالا اینو یه ویدیو ازش درست بکنم. خیلی چیز تفریحی بود. اون موقع خیلی هم سفر زیاد می‌رفتم. مثلا یه دونه تو کره هست، یه دونه تو آفریقای جنوبی، یه دونه تو پرتغال، تو هند، کشورهای مختلف مثلا این چیزا رو درست می‌کردم. درست. بعد اون زمان اصلا تعداد سابسکرایبرام زیاد نبود. یعنی همیشه زیر 1000 تا بود یا 1500 مثلا همچین چیزی بود. تا وقتی که شروع کردیم این ویدیوهای زبان رو درست بکنیم، که اونم یه طوری ایده همسرم که شهرزاد به من میگفتش مثلا تو که اینقدر علاقه داری مثلا به شباهت ها و اینجور چیزا، و ما کلن خودمون همیشه دوست داشتیم با آدم های مختلف مثلا آشنا شیم، آدم های مختلف رو بیاریم با همدیگه آشنا بکنیم. مثلا اگه ویدیو همون نگاه کنیم خیلی ها بین دوتا زبان کشورهایی هستش که با همدیگه خیلی اختلاف دارن. مثلا این برای من همیشه خیلی جالب بود. مثلا یکی مثلا زبانش یعنی یکی اسرائیلیه، یکی عربه، یکی حالا خیلی ویدیوهای این شکلی زیاد هست. پاکستان و هندی هم داشتی؟ پاکستان و هندی هم داشتیم، آلبانی با صربستانی که اونا هم خیلی با هم دیگه چیز داشتن. اونا مثلا اینجور ویدیوها برای من خیلی برام جالب بود. حالا این یه چیزی که بعداً میاد، ولی میگفتیم که مثلا خیلی جالب میشه که یه جوری این شباهت زبان رو ربطش بدیم به یعنی با هم دیگه مثلا کامباین بکنیم با اینکه مثلا دو نفر از دو تا جای مختلف میان با هم دیگه آشنا میشن
چون همیشه برای کسایی هم که میان شرکت میکنن خیلی جالبه، چون نمیدونن مثلا شما هم همین چیز رو میگیم، ما هم اینجوری میگیم، خیلی براشون جالبه، اینجوری با هم دیگه آشناتر میشن، با فرهنگ هم دیگه، زبان هم دیگه آشناتر میشن. از اونجا شروع کرد روش کردن. اوایلش بین مثلا دوستامون بود، دوستای نزدیکی که داشتیم، میگفتیم مثلا یه تورنتو هم که میدونی مثلا شهریه که خب همه جور آدم اینجا هستش، ملیت‌های مختلف میشه پیدا کرد، ملیت‌های مختلف هست، کسایی رو میشناسیم که زبان‌های مختلف صحبت میکنن، مثلا با اینا شروع میکردیم. بعد همینجوری که کاناداش روش میکرد، اونا به دوستای خودشون میگفتن، مثلا فامیلامون به دوستاشون میگفتن. بعد اینقدر الان که روش کرده، میتونم بگم که اکثر کسایی که مثلا 20 تا 30 تا ویدیوی آخری رو نگاه بکنی، بیشترشون کسای سابسکرایبرایی هستن که توی تورنتو زندگی میکنن، که خودشون با من تماس گرفتن، گفتن میخوان بیان شرکت کنن. آه چه جالب. اصلا نمیشناختمشون از قبل. یعنی باها تماس میگیرن به عنوان کسی که دنبال کننده بوده و میخواد شرکت بکنه در این. دقیقاً. یه مقدار دوست دارم در، چون شاید نخوام اسم پیشکسوت رو بذارم بهادر، ولی خب کسی که فعالیتش بیشتر از نظر زمانی حداقل بیشتر از خیلی کسای دیگه است، چند تا سوال برام پیش میاد، منی که تازه وارد این محیط شدم، میخوام ببینم که یعنی تداوم کار، متداوم بودن ویدیو گذاشتن ها تأثیر میذاره؟ خود میخوام یه ذره تجربه تو میخوام یه ذره بازتر بکنی. آیا الان برای یه کسی که این ویدیو رو شاید ببینه و خب بیاد کانال تو ببینه، 159 هزار تا سابسکرایبر، حدود 160 تا ویدیو، چه چیزی میتونی بهشون بگی؟ یعنی چه راهنمایی میتونی بهشون داشته باشی؟ خب راهنمایی، یعنی بزرگترین راهنمایی که میتونم بکنم اینه که یک ایده خاصی داشته باشین. یعنی مثلا یه چیزی باشه که مثلا اگه یه کسی یه کانال مثلا آشپزی درست بکنه یا کانال نمیدونم ورزش درست بکنه، خب ممکنه بتونه خیلی موفقم بشه، ولی اگه وقتی که مثلا میدونی هزار تا کانال دیگه این شکلی هستش، خیلی سخته که بخوای مثلا رشد بکنی. یعنی چجوری میتونی رشد کنی؟ مثلا این کاری که شما داری میکنی به نظر من یه جوری خاصه، یه چیز یونیکیه. مثلا چقدر مثلا کانال این شکلی هست؟ نیستش. ولی مثلا اگه ببینید کانالی که مثلا طرف میخواد بیاد ورزش یاد بگیره، مثلا یه چیزای این شکلی یاد بده، خب خیلی زیاده. نمیگم که اون طرف هم نمیتونه موفق بشه، ولی این که بتونید مثلا یه چیز یونیک، یه چیز خاصی مثلا ایده‌ای داشته باشین، این خیلی مهمه. بعد دومین چیزش که برای من مثلا از سابقه ای که داشتم اینه که ویدیوها باید یه جوری باشه که مثلا کسی میاد سابسکرایب کنه، علاقه‌منده به مثلا ویدیوهایی که شبیه همون باشن. یعنی نمیخواد مثلا اگه موضوع عوض بشه، مثلا شما یه چیز خیلی یه چیز دیگه مثلا دارین انجام میدین، اون طرف ممکنه بگه خب من دیگه علاقه ندارم، مثلا نمیخوام مثلا کانال برام مثلا دیگه جالب نیست. و همین منظورم اینه که مثلا اگه داره مثلا طرف ویدیوهایی در مورد تاریخ انجام میده، یا ویدیوهاش مثلا در مورد هر چی که میخواد باشه، stick to that theme. یعنی دقیقاً دیگه بچسب به همون، یعنی همون رو ادامه بده. بعدم سومین نکته اینه که schedule داشته باشه، برنامه. یعنی وقتی که مثلا یه دفعه سه هفته هیچی نمیذاره، بعد یه دفعه میاد مثلا 3-4 تا ویدیو میذاره، این اصلا چیز کار درستی نیست. یعنی اگه میشه مثلا هفته یه بار، یا هر دو هفته یه بار، یا هفته ای دو تا ویدیو، هر چی که میخواد باشه، اون برنامه رو نگه داره. یعنی آیا زمانش هم مهمه؟ زمان روزش هم، یعنی زمان روز که 100%، ولی زمانش ساعت مهمه. آره، ساعتش نمیتونم بگم به مهمی، این که مثلا مهم هست. یعنی که مثلا شما اگه همه عادت دارن مثلا سه شنبه مثلا 8 صبح مثلا یه ویدیو میذارین، سعی کنیم مثلا سه شنبه صبح ویدیو رو بزنیم، حالا همون ساعت 8 باشه اشکال نداره. ولی خب میگم دیگه مثلا خودت اسکیجول میکنی یا نه خودت یه ساعت رو سعی میکنی ریلیز کنی؟ من قبل از این که مثلا الان بر یکم به خاطر همه این شرایطی که پیش اومده یکم کمتر میتونم، مثلا نمیتونم الان ویدیو درست، چون ویدیوهای ما مثلا میشینیم همه میان دور همین. برنامه‌ای که من داشتم همیشه هر هفته یه ویدیو بود. حالا این ویدیو رو من جمعه ها یا شنبه ها میذاشتم.
بعد یه مدت دیدم که وقتی که خب بچه داریم و من سر کار میرم و مثلا خیلی مشغولم، یعنی مثلا مشغله کاری زیاده، گفتم که اسکیجولش عوض کردم، مثلا یه ویدیو هم درست کردم به همه گفتم، گفتم از این بعد هر دو هفته یه بار ویدیو میذارم که اونم خوب بوده دیگه، همون دو هفته یه بار الان تقریبا یه سال و نیمه دارم ادامه میدم. اوکی، که به قول معروف فالوورات یا بینندهانت میدونن که هر دو هفته یه بار باید منتظر یه ویدیو جدید باشن. چقدر پیش تولید میکنی بهادر؟ یعنی جلو چقدر کانتنت داری؟ چقدر محتوا داری؟ معمولا حدود 7 تا 10 تا ویدیو آماده دارم که اینا رو مثلا یه جوری ذخیره نگه میدارم، مخصوصا برای شرایط الان که خب. یعنی دو ماه و نیم ویدیو داری؟ درست متوجه شده؟ بعضی وقتا ممکنه یه ذره کمتر باشه. حالا دو ماه هم میشه گفت میانگینش خوبه، میانگین دو ماه. یعنی این که شما اگر هر دو هفته یه بار این ویدیو رو بذارین، یعنی نزدیک 4 ماه شما ویدیو داری برای پخش، درست متوجه میشم؟ اگه میگی شما 10 تا ویدیو داشته باشی، سعی میکنم که اینطوری باشه. من همیشه سعی میکنم، یعنی 4 ماه، یعنی شما ویدیو رو ضبط میکنی 4 ماه پتانسیل اینو داری که این ویدیوها رو برای پخش بذاری. سه تا چهار ماه میشه. امکان داره که اون ویدیو، حالا شاید تو کار شما خیلی نه، قدیمی بشه؟ یعنی 3 ماه اگه اون ویدیو عقب بیفته امکان داره که به قول معروف از اون مزدش بیفته، یا نه فرقی نداره دوباره بیننده ها نگاه میکنن؟ نه، به خاطر اینکه ما در شرایط مثلا ویدیوهایی که درست میکنیم ربطی به مثلا چیزایی که داره الان پیش میاد نداره، یعنی ممکنه مثلا این ویدیو رو اون کسی که داره نگاه میکنه میتونه مثلا 2 سال دیگه هم نگاه کنه، براش اگه اولین بار باشه خیلی تازه باشه، یعنی مثلا یه خبری نیستش که مثلا الان پیش اومده ما مثلا بیایم همین الان مثلا این ویدیو رو درست بکنیم در این مورد. برای همین برای کاری که من میکنم نه، ولی مثلا یه کسی ممکنه، من خواستم اتفاقا بگم که من یه ایده دیگه هم قبلا داشتم برای کاری که میخواستم بکنم، یه ایده داشتم که خودم و مثلا 4 تا 5 تا مثلا از دوستام یا کسای دیگه دور هم بشینیم، کسایی که مثلا دیدش به سیاست و این چیزا کم فرق کنه با هم دیگه، مثلا موضوعی که یه موضوع هر روز مثلا داره، مثلا یه چیزی که تو دنیا داره پیش میاد بیاریم، بعد در موردش با هم دیگه بحث کنیم و همه مثلا حرفمون رو مثلا صحبتی بکنیم. آره، تبادل نظر کنن. دقیقاً یه جوری، ولی خیلی مثلا in a very friendly way، مثلا دوستانه. یه بحثی باشه که همه بتونیم مثلا، دقیقاً خیلی دوستانه بتونیم همه مثلا من مثلا نظرم بگم نظرم چیه، یا فلانی بگه مثلا نظرش چیه. بعد با خودم گفتم که من خیلی دلم نمیخواد مثلا، با خودم که مثلا فکر کردم مثلا چیز سیاسی نمیخوام، با اینکه مثلا خیلی علاقه هم دارم به سیاست و این چیزا، با خودم وقتی فکر کردم گفتم ترجیح میدم مثلا این کارو نکنم. ولی اگه مثلا همچین چیزی بود، خب بالاخره این یه چیزی که مثلا یه ویدیو رو درست میکنی همون لحظه باید بذاری، باید بذاری بیرون اون موقع، مثلا چون سوژه مال همون موقع هاته. دقیقاً، مثلا الان منتظرن که مثلا همچین چیزی رو ببینن، مثلا اگه 2 هفته دیگه باشه مثلا کسی خیلی علاقه نداره، مثلا دنیا هر روز داره تغییر میکنه. درست. یه سوال دیگه که بهادر برام پیش میاد، اولین باری که جلوی دوربین رفتی، چون من نگاه کردم خیلی از ویدیو جلوی دوربین نبودی، یعنی حتی اون ویدیوهای اوایلی که برای زبان ها انتخاب میکردی همیشه پشت دوربین بودی، بعد به قول معروف اون دوستانی که باهات همکاری میکردن جلوی دوربین بودن، تا اخیراً دیدم میای بینشون وای میستی، یا حداقل من اونا رو بیشتر دیدم. میخوام ببینم که از کی به این نتیجه رسیدی که باید جلوی دوربین وایسی و چرا؟ یعنی میخواستن تو رو ببینن بینندگانت؟ بله، این یکی از دلایلش همین بود که کسایی که مثلا سابسکرایبر شده بودن و مثلا با هم صحبت میکردن چیزا، میگفتن خب خودت چرا نمیدی ویدیو؟ چون که خیلی وقتا پیش میاد که مثلا من وسط ویدیو یه چیزی میگفتم، مثلا میگفتم یه نکته ای رو میخواستم بگم، یا خیلی وقتا اینا رو مثلا مجبور شدم مثلا کات کنم، چون که یه جوریه مثلا خودم از پشت مثلا دوربین مثلا یه دفعه چیزی میگم. دلیلش این بود. بعد کسایی هم که اونجا بودن مثلا خودش من میگفتن که خب خودت بیا. من آخرش تصمیم گرفتم خب من خودم هم که علاقه دارم توی ویدیو باشم، حالا میام توی ویدیو دیگه. بعد حالا جالب اینجاست که خیلیه که مثلا تازه مثلا این کانال مثلا نمیشناسن، تازه اومدن اولین بار دارن میبینن، بعضیا میام میگم مثلا این
طرف وسط واسه چی اصلا هستش. نمیدونم که مثلا خب من خودم همین کلمات من رفتم مثلا پیدا کردم، همه برنامه رو خودم مثلا جور کردم، کسا رو آوردم این چیزا. بر همین گفتم که مثلا بعضی وقتا که زبانایی که خیلی مثلا در موردش مثلا خیلی وارد نیستم، خودم مثلا حالا توی ویدیو نشینم. و یه بار مثلا این کارو کردم، بعد یه مدت خودم نبودم توی ویدیو، انقدر کامنت دادن، انقدر مسیج دادن که چرا نیستی تو توی ویدیو، که گفتم باشه حالا از این بعد دیگه هر وقت مثلا یه چیزی هم باشه که من هیچ حرفی هم ندارم بزنم، حالا یه سه جالب بهت بگم وسط حرفت. من داشتم نگاه میکردم و سورت کردم ویدیو تا از تره از یعنی بیشترین بیننده ها تا یعنی بیشترین ویدیوهایی که بازی داشته تا پایین تا. اولین ویدیو قاعدتا ویدیویی که دو سال پیش تو پاریس لود کردی که 1,800,000 نفر دیدن اون ویدیو رو، اولین ویدیو زبان اسپانیش و فیلیپینیوه، اسپانیایی و فیلیپینیو، ایرانی یک سال پیش بین یونانی و ایرانی بوده. یعنی سوال من از تو اینه که چند درصد از بیننده ها ایرانی هستن؟ خیلی تعداد کمی در کل اگه نگاه بکنیم، درصدشون خیلی کمه. یعنی ما ایرانی ها اصلا علاقه زیادی به زبان ندارن؟ نه چون میدونی چرا دارن. بذار جالب شد بگم، من قبل از اینکه باهات صحبت کنم، یعنی خب با هم اسکیجول کرده بودیم که همدیگه رو ببینیم اینا، من ویدیو تو به چند نفر نشون دادم، باورت نمیشه به 5 دقیقه نرسید. یعنی زده شدن، گفتن ایرانی ها بودن دیگه قاعدتا، این چیه، خسته شدم، کی میشینه نگاه میکنه، تق عوض برو بعدی. الان که نگاه میکنم یه جورایی شاید نمیدونم، شاید میتونم همدارپنداری بکنم که واقعا درسته. نگاه میکنی اسپانیایی ها، فیلیپینی ها، هیبرو، عربیک، هلند، اندونزی، ترکی، سربستان، تامیل، کره جنوبی، دوباره اندونزی، بعد میرسی به یونان و ایرانی. یعنی این همه زبانهای دیگه هستن که مردم علاقه دارن یاد بگیرن در هم دیگه، ولی ما ایرانی ها تازه این یه دونه ویدیو ها، بعد از اون تازه بعد یه 4-5 تا ویدیو دیگه بری که دوباره برسی به به همون ایده ایرانی و سربستانی. دقیقاً. یه دلیل دیگه‌ش هم که اینه که خب تو ایران یوتیوب خیلی سخته، مثلا بالاخره فیلتر شده است، یعنی داخل ایران خیلی کمتر میتونن برن تو. با همه این شرایط بازم میرن، یعنی خیلی از ایران به من مثلا با هم تماس میگیرن، میگن مثلا تو ایرانم، تو ایرانم با فیلتر شکن مثلا با وی پی ان میریم ویدیو رو نگاه میکنیم. یه دلیلش اینه که خب راحت نمیتونن، خیلی نمیتونن مثلا برن تو یوتیوب. یوتیوب اصلا زیاد مثلا اینستاگرام نیستش، اینستاگرام همه تو ایران استفاده می‌کنن. ولی این نکته گفتین درسته، خیلی ها توی نمیتونم مثلا درصد خاصی نمیتونم بدم، ولی خیلی درصد کمی از کسایی که ویدیوام رو نگاه میکنن ایرانی خیلی درصد کمی. میدونید حتی اون ویدیوی ببخشید من خواستم بگم، حتی اون ویدیوی فارسی و یونانی که کنم 600,000 و 703,000 تا بیننده داشت، اون آخه میتونیم ببینیم که از کجا بیشتر این ویو ها میان. اکثرش از یونان بوده، یونانی ها بیشتر علاقه داشتن که این ویدیو رو نگاه کنن. یعنی گشتن کلمه یونان رو سرچ کردن و یکی از ویدیوهایی که اومده بالا ویدیوهای شباهت یا سرچ یا فارسی و یونانی، یا اینکه اصلا علاقه دارن مثلا به یه چیز زبان و این توی هومپیجشون میاد رکومند میشه براشون. ولی نشون جاله. میده که مثلا از یونان، حالا درصدش الان نمیدونم دقیقاً چنده، ولی خیلی درصد زیادی از یونان بودن. اون ویدیو سربی و فارسی هم همینطور، خیلی بیشتر اصلا از کامنت ها هم مشخصه که بیشتر از سربستان نگاه میکنن. چه جالب. یعنی میتونم بگم که همه این ویدیوهایی که فارسی هن و خیلی بیننده مثلا بیشتر داشتن، اکثرشون ایرانی نبودن، اکثرشون فارسی زبان نبودن. حالا نمیگم ایرانی، چون که خب فارسی زبانه. آره دیگه، چون امکان داره از ایرانم با فیلتر شکن واردشن، خیلی نمیشه مشخص شو که از کجا وصل میشن و اینا، خیلی نمیشه آمار دقیقه. ولی از کامنت ها میشه تشخیص، میشه فهمید که فارسی می نویسن یا نمی نویسن. دقیقاً. یه سوالی که برام پیش میاد، آیا تا حالا تو ویدیوهات فارسی هم صحبت کردی؟ یه ویدیو درست کردیم اتفاقا به خاطر اینکه یه ویدیو هستش که اصلا کاملا فارسی صحبت می‌کنه. اصلا دلیلش هم این بود که یه ویدیو من درست کردم بین کشورهای فارسی زبان
ایران و افغانستان و تاجیکستان و خیلی هم نمیدونن که توی ازبکستان توی سمرقند و بخارا اکثر مردم فارسی زبانه. تو تاشکند نیستن نه؟ تاشکند نه به اندازه سمرقند و بخارا. خب. ولی این داشتیم یه ویدیو رو درست کردم که مثلا نشون بدم که ما قشنگ میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، ولی چون که بیشتر بینندگان ما فارسی زبان نیستن گفتم خب انگلیسی صحبت میکنیم، ولی مثلا در مورد شباهت ها و کلماتی که فرق میکنه، اصطلاحاتی که مثلا توی اینجا استفاده میکنن، تو تاجیکستان میگن، تو افغانستان میگن، تو ایران میگن که ما اونا استفاده نمیکنن ما استفاده نمیکنیم، گفتم خیلی جالبه چون خیلی از کسایی که این کانال نگاه میکنن فارسی بلد نیستن ولی علاقه دارن به زبان فارسی. بعد این ویدیو که درست کردیم خیلی اومدن گفتن که چرا یه ویدیو چرا شما اصلا فارسی صحبت نکردید ما. برای همین یه ایده ای که به نظرم اومد گفتم که خب ما همونطور فارسی زبان‌های کشورهای مختلف که هستیم بریم یه جایی رستورانی، مثلا یه رستورانی که انتخاب کردم رستوران تاجیک، گفتم میریم اونجا. من خب غذای تاجیک هم قبلا نخورده بودم، غذای تاجیک نمیدونم درست چی تاج ازبک، گفتم میریم اونجا. بعد برای اونا هم همه برای همه چیز جدیدی بود، مثلا نو بود، حالا این کار غذا رو امتحان نکرده بودم. گفتن که خب میریم اونجا فارسی صحبت میکنیم، یعنی اون ویدیو رو با یعنی کاملا فارسیه و ساب تایتل انگلیسی هم زیرش. چه جالب. بعد تایتل فارسی هم داره یا نه؟ فارسی و انگلیسی. اوکی. بعد من قسمت نشده اون رو نگاه کنم، حتما امشب نگاه میکنم. اون آره اونم به نظرم آره جالب بود. اون رو خب به اندازه برقی ویدیوها خیلی زیاد نگاه نکردم، ولی بازم من به نظرم خیلی کار جالب بود، چون که خیلی یه هدف دیگه این کانال هم اینه که کس اطراف مردم از کشورهای مختلف از بک‌گراندهای مختلف مثلا بیان با هم دیگه آشنا بشن، نزدیک‌تر بشن. این به نظرم خیلی ویدیو جالبی بود در این مورد. دقیقاً و خیلی هم کمک میکنه که به قول معروف تو شهری مثل تورنتو که ملیت‌های مختلف هستن یه حس تعلق به هم دیگه پیدا کنن به عنوان یه شهروند حداقل. چند تا سوال دیگه بپرسم و اگه اجازه بدی از خدمتت مرخص بشیم. صفحتون مانتایز شده؟ یعنی تبلیغ یوتیوب تبلیغ میتونه روش بذاره دیگه اگر بخوایم. شما اگر بخواین برای منی که تازه واردم یا برای دوستانی که تازه وارد یوتیوب میشن متداوم باشن، همون حالا هفته یه بار، هر دو هفته یه بار ویدیویی بذارن، پیشنهاد دیگه هستش که یعنی میخوام بدونم که میانگینی وجود داره؟ آماری نشون میده که چندین ماه بگذره اون به قول معروف حرکت نجومی رو خواهیم دید توی ویورشیپ ها؟ چون من چیزی که خودم سرچ کردم میگن 10 ماه تا 11 ماه میکشه که الگوریتم یوتیوب به اون جدی بگیره کار تولید کننده رو محتوا. همین هم هست و یه چیزی باید باشه که یعنی تو این 10 ماه یا 11 ماه یا 1 سال باید ادامه بدین، یعنی مثلا همون یعنی هی مثلا وسطش مثلا یه دفعه مثلا یه ماه نذاریش کنار بعد دوباره شروع بکنیم. باید یه چیزی باشه که مثلا خیلی کانسیستنت باش بدید جلو. اوائلش همیشه اینطوریه، یعنی اصلا نباید پشیمون بشیم، باید به نظرم همینطور ادامه بدید. اوائلش خیلیه، مثلا هر کسی که مثلا همه بزرگترین کانال ها رو اگه ببینین اوائلش همیشه اینطوریه، خیلی آروم میره جلو. بعد یه مدتی مثلا خب ویدیو خود یوتیوب اینا رو پخش میکنه، یعنی ساجست میکنه که مثلا به آدم های بیشتری نشون میده ویدیوها رو. بله الان من بیشتر ویدیوهام اینجوری دیده میشن، یعنی میان توی هوم پیج مردم. آره دیگه، براشون ریکامند میشه، به پیشنهاد میشه که شما امکان داره به این نوع ویدیوها علاقه مند باشین و خب قاعدتا میان و دنبال میکنن و جزء سابسکرایبر های شما میشن. راضی هستی؟ از این همه زمانی که نزدیک 2.5 سال خب خیلی جدی، 3 سال جدی. من خودم آیا هنوز هابیه؟ هنوز هابی هست، ولی یه جورایی هم پارت تایم جاب شده، یعنی اینکه میدونی مثلا بعضی وقتا میگم خب من الان باید وقت بذارم این کارو بکنم، مثلا کارهای دیگه هم دارم پس بذار برنامه ریزی بکنم ببینم کی میتونم این کارو. میانگین چقدر وقت میذاری؟ میانگین اگه بخوای هفتگی حساب بکنی بالای 10 ساعت وقت میذاری؟
ده ساعت نه، چون که بعضی وقتا مثلا یه روز برنامه ریزی میکنم، مثلا با چند نفر جمع میشیم، مثلا 3-4 تا ویدیو مثلا تو یه روز درست میکنم. ممکنه در ماه مثلا شاید یه بار این کار انجام بدم یا دو بار این کار انجام بعضی وقتا. بعد دیگه میرسه قسمت تدوین و آماده کردن و آپلود کردن و... یک چیزی که من خیلی خودم بهش خیلی عقیده دارم، بعضی ممکنه اصلا این حرف منو قبول نکنن، اینه که من وقت زیاد نمیذارم برای ادیت کردن ویدیو. یعنی اینکه اسپشال افکتس و نمیدونم خیلی کارهای خاصی که بعضی میکنن خیلی هم جالبه، مثلا برای ویدیوهایی که میبینن جالبه، ولی من ویدیوهای خودم رو وقت زیاد روش نمیذارم که ادیت کنم. بیشتر تمرکز میکنم به اون کانتنت، به اون مثلا میگم اگه کسی داره این نگاه میکنه براش فقط جالبه که ببینه خب این کلمه اون کلمه مثلا اونها بشینه مثلا دنبال بکنه ببینه چیه. برای همین اینکه وقت زیاد نمیذارم برای ادیت کردن، فکر کنم اینم برای همین وقتمو زیاد نمیگیره. ولی خب ریسرچ زیاد میکنی دیگه، یعنی از قبل اینکه پیدا بکنی سوژه رو. ریسرچم دقیقاً ریسرچ بعضی وقتا خیلی وقت میگیره. مثلا بعضی زبان ها که من مثلا خب تامیل یا کره ای یا ژاپنی مثلا، خب اینا خیلی سخته بخوام مثلا بین اون دوتا زبان مثلا برم بگردم، مثلا نمیتونم بخونم چی نوشتن، تلفظشون چیز خیلی یه چیز خیلی کار سختیه. اما برای چند تا از ویدیوهامون سابسکرایبرها خودشون کمکم کردن، کسایی که خودشون شرکت نمی‌کنن تو ویدیو، مثلا طرف ممکنه پیشنهاد دادن، پیشنهاد میدن، پیشنهاد داده که مثلا این دقیقاً میگه این زبان رو با این زبان اگه میشه مقایسه کن، من میگم خب باشه این دو تا زبان رو من هیچ چیز در موردشون نمیدونم ولی ممکنه بتونم کسی رو پیدا کنم که اون زبان رو صحبت کنه. میگه خب بذار من برات یه اکسل شیت درست میکنم میفرستم 20 کلمه مثلا چیزا. اینم خیلی وقت شده مثلا کسایی که برام مثلا خودشون رو فرستادن و اسمشون هم مثلا اونجا توی ویدیو میگم یا مینویسم به عنوان کردیت، ولی خودشون یعنی اون طرف که این کارو میکنه اصلا خیلی علاقه داره، یعنی خودش پیشنهاد میکنه، من اصلا نمیخواد اسممون بگی، یعنی براش خیلی همین که تونسته مثلا کمک کنه چون خودش خیلی علاقه داره به این ویدیوها خیلی براش چیز مهمه. دقیقاً من که خودم رو به عنوان یه تازه به قول معروف آماتور تازه به قول معروف 0 کیلومتر میبینم توی دنیای یوتیوب، ولی خب سال هاست که هم سابسکرایبر هستم تو کانال های مختلف، ولی خب همیشه میخواستم که این کار رو شروع کنم و خب حقیقتش رو بخوام بگم شاید بگم مثلا توی ماه اول یک کم ناامید شدم، ولی به خودم عهد بستم که اون یک سال رو حتما ادامه بدم. یعنی من میگم که اصلا آدم نباید اون اوایل نباید ناامید بشه، یعنی این برای همه همینطوره، هر کسی که مثلا من میگم من اوایل مثلا چون که بیشتر خیلی تفریحی بود، یعنی چیزی نبود که مثلا خیلی فکرشو نمی‌کردم مثلا رشد بکنه، یعنی وقتی داشتم مثلا این اوایل که مثلا حتی این ویدیوهای زبان درست می‌کردم میگفتم خب چقدر جالبه مثلا اینجوری، و همینطور یواش یواش می‌دیدیم داره مثلا شفت کنه و هی بیشتر میره بالاتر باشه. برای سوال آخرم برادر جان، اگر خانومت راضی نبود ادامه میدادی؟ چون دیدم خانومت تو ویدیوهات هست، اگر خانومت میگفت برادر دیگه نباید این کارو بکنیم حاضر بودی بذاری کنار؟ خب من سعی میکردم یه جور دیگه، چون خب یه چیزی که بگم، ما اوایل مثلا ویدیو داشت بیاریم همیشه داخل خونم بود، که اگه شهرزاد مثلا همراهی نمیکرد و قبول نمیکرد خب اصلا نمیشد این کار، دقیقاً جای دیگه رو که نداشتم برم مثلا این ویدیو درست کنم، برای همین هیچ چاره ای نداشتم، یعنی اصلا نمیتونستم. خود شهرزاد یعنی واقعا اگه مثلا همراهی نمیکرد و کمکم نمیکرد و پایه نبود اصلا فکر کنم مثلا این کانال نمیتونست تشکیل بشه. روش کرده بودی اون موقعی که خانم قبول کرد یا هنوز نه، هنوز توی اول راه بودی؟ نه اول راه بود، یعنی اون زمان هنوز به جایی نرسیده بود، ولی خود شهرزاد راضی بود و اتفاقا خودش هم پیشنهاد میداد که مثلا آه میتونی مثلا این زبانم با این زبانم انجام بدی. من میتونم بگم که اگه خب با کمکش و همراهی که یعنی مثلا پشتیبانی که میگرد اینا اصلا نمیشد ادامه داد. نه اصلا فکر اصلا. میکنید بعد از این چی میشه؟ بهادر الاس یه برند شده دیگه، آدم در یوتیوب دیگه
بعد از این چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی بعد از این چه اتفاقی میفته؟ راستش بگم چون که علاقه دارم به این کار، همینطور میخوام ادامهش بدم، همینجور مثلا رشد کنه، ببینم به کجا میرسیم. شاید هم یه روزی باشه که دیگه این علاقه رو نداشته باشم، ولی فعلا خیلی خیلی علاقه دارم. یعنی ادامه خواهی داد، همینجور ویدیو خواهی گذاشت؟ دقیقاً. یعنی کلا اگه بخوام بگم، خیلی دارم میخواد، هدفم الان به یه جایی که مثلا خب رشد کرده، میدونی مثلا این چیزاش رو میگه خب کانال خیلی رشد کرده، ولی الان هدفی که دارم اینه که یه جوری مثلا این ویدیوها و این کاری که میکنیم بتونه یک اثر مثبتی توی این دنیا داشته باشه بین ملیت‌های مختلف، که مردم بتونن از طریق این ویدیوها یکم با هم دیگه نزدیکتر بشن، یکم دیگه میدونی مثلا ما همه یه چیزایی داریم که خب هر چی میخواد باشه، دیدمون از نظر مذهب، از نظر سیاست، از نظر هر چی، یک چیزایی هستش که خب مثلا طرف مثلا این عقیده داره، اون عقیده داره، خب فرق میکنه دیگه. مثلا ما همه که یه جور فکر نمیکنیم، ولی با هر کسی تو دنیا، من واقعا فکر کنم ما هر کسی رو مثلا شما ببینید تو دنیا، یک شباهتایی با هم دیگه داریم. یه چیزایی هستش که we agree. مثلا دقیقاً مثلا میگم اوکی منم خب هم دقیقاً در همین، من خیلی دلم میخواد بتونم با این ویدیوها یک اثر مثبتی داشته باشم، نه فقط مثلا بین ملیتایی که توی مثلا آمریکای شمالی هستن، ولی کلا توی کل دنیا. دقیقاً. و بودن در یوتیوب این رو به شما فرصت رو میده که بالاخره کسانی که از یونان میان ویدیوهای شما رو میبینن، از صربستان میان ویدیوهای رو میبینن، خب نشون میده که دنیا خیلی کوچکتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم هست. دقیقاً. و شاید یکی از اتفاقات قشنگ اینه که انسان‌ها چون سفر میکنن و با هم برخورد میکنن، خیلی راحت‌تر میپذیرن تا اینکه دوستانی که شاید کمتر این اتفاق براشون بیفته. واسه همین خیلی هم هستن، هم دقیقه خیلی هستن اصلا سفری نکردن، یا من میتونم به شما بگم که شاید مثلا نمیتونم بگم چند نفر، ولی اینقدر کسایی هستن که به من مسیج دادن، کامنت دادن که گفتن من واقعا دیدم در مورد ایرانیا خیلی شده. میگم که عوض شده، یعنی خیلی خیلی مثبت مثبتی الان دارم ایرانی به خاطر این ویدیوهایی که نگاه کردن، که واقعا من مثلا اصلا همچین دیدی نشم، نه که مثلا طرف همیشه مثلا دید بدی داشته باشه، ولی دیگه مثلا دید خاصی نداشتم، ولی الان خیلی دیدش متفاوت تر شد، دیدم خیلی تغییر کرده. مثلا اینا چیزاییه که خب خیلی منو خوشحال، بله تاثیر میذاره و کامنت هاییه که مطمئنن به ادامه کار مسیر را خیلی کمک میکنه که آدم اونها رو همیشه یادآوری بکنه و بخواد ادامه بده. مرسی که وقتت گذاشتی بهادر جان. چیزی هستش که تو این ویدیو دوست داشته باشی بگی و ازت نپرسیده باشم و بخوای از این پلتفرم بگی؟ چیز خاصی نیستش، ولی همونطور که میگفتم من واقعا خیلی دلم میخواد که این ویدیوها اثر خیلی مثبتی داشته باشه، حالا میگم که در کل دنیا، ولی دلم میخواد که اثر مثبتی هم توی جامعه ایرانی داشته باشه. من حالا توی همه تو هر جامعه که شما نگاه بکنید یک مشکلاتی هستش، ولی من خیلی دلم میخواد که ایرانیا با هر ما میگه ملیه چجوری بگم، مثلا هم توی ایران هم بیرون از ایران زبانهای مختلف داریم، یعنی خود ایرانیا مثلا دین و مذهبای مختلفی دارن، عقاید مختلف دارن، که ما بتونیم شباهت‌های همدیگر رو دوست داشته در نظر بگیریم و اون چیزایی که مثلا تمرکز کنیم بیشتر روی اون چیزا، به جای اینکه مثلا بگیم خب طرف فلانی اینجوری فکر می‌کنه، من اینجوری فکر می‌کنم، حالا تو ایران مثلا طرف کرده، یکی مثلا بلوچه، یکی اینجوریه اونجوریه، مثلا اینا اینجوری مثلا همدیگر نگاه نکنیم، بیشتر به چیزایی که مثلا مشترک هست. بله همدیگر رو دوست داشته باشیم، به همدیگه احترام بذاریم و فکر احترام بذاریم که... احترام بذاریم به اون چیزای فرهنگای مختلفی که هستش، ولی بدونیم که مثلا شباهتایی که داریم و چیزایی که مثلا مشترک هستش خیلی خیلی بیشتر میتونه همدیگر رو خیلی نزدیکتر بکنه. یه نکته دیگه که بودش، می‌خواستم اونجا که گفتیم مثلا چه اثری می‌خواد داشته باشه، من خیلی دلم می‌خواد که این ویدیوها هم نه فقط مثلا بین ایرانی‌ها مثلا یک چیز اثر مثبتی داشته باشه، و حتی بین ایرانی‌ها و کشورهایی که اطراف ایران هستن،
و دیدی که مثلا کلن جامعه ایرانی داره به همسایه های ایران، که بعضی وقتا ممکنه خیلی مثبت نباشه. خیلی دلم میخواد که از این، از همون جور که خیلی ها اومدن و میگن که من دیدم خیلی عوض شده و خیلی مثبت مثلا ایران رو نگاه میکنم و ایرانی رو نگاه میکنم، همونطور هم ایرانی ها بتونن کشورهای اطراف ایران و کلن خیلی کشورهای دیگه دنیا رو مثلا خیلی بهتر بتونن ببینن از طریق همین ویدیوها. بازم مرسی که دعوت منو پذیرفتی، خیلی خوشحال شدم که باهات صحبت کردم. انشالله قسمت بشه حضوری همدیگه رو ببینیم، خودتو، خانومتو، کوچولوتو، و انشالله که بتونیم، من شخصا بتونم ازت کمک بگیرم مرسی. چون دوستی هستی که هر چیزی، هر سوالی داشتی، هر چی که بود خوشحال شدم باهات صحبت که حتما ما بالاخره از ایرانیایی که بالاخره فعال تر از ما هستن و موفق تر هستن خوشحال میشم که بالاخره خودم امیدوارم همکنم. که موفق باشی. مرسی ازم. Don't give up. همینجور ادامه بده. دست شما درکم. مرسی.